من با دولت ها تا 2 سال کاری ندارم. این دولت روحانی هم نگاه کنید تا 2 سال هیچ کاری ندارم. سخنرانی زمزمه های نفوذ 94. 2 سال باشون کار ندارم. میگم بی انصافیه. بذار خوش پیدا کنه هنو گیجه. بعد 2 سال آروم آروم شروع میکنم نقد کردن همراه با راهکار. یعنی میگم مثلا دلار اینه اینجوری درستش کن. بنزین اینه اینجوری درستش کن. دولت آقای رئیسی رو همون سال اول مجبور شدم دلارش رو نقد کنم چون میدونستم این روز میفته. مصاحبه داشتم با خبر فوری مجریشون آقای دکتر افتخاری شاهده دید. گفت دلار چی؟ گفتم رد میکنه این قرارداد. چرا؟ گفتم خب عاملش برطرف نشده. عاملش چی؟ از نظر من تولید نقدینگی. بانک‌های ما بی‌ضابطه دارن پول چاپ میکنن، پول تایپ میکنن اصطلاحاً. تولید نقدینگی میکنن. از آبان گذشته تا آبان امسال 1500 میلیارد تومان نقدینگی اضافه کردم اینجا. آبان به آبان. تازه الان اسفندی. میخواد شاه باشه، میخواد هاشمی باشه، میخواد احمدی نژاد باشه، میخواد روحانی باشه، میخواد آقای رئیسی باشه. فرق نمیکنه. تو اون سیستم بانکی رو درست نکنی، میخواد اسم بانک مثلا تجارت باشه، بازرگانی باشه، صادرات باشه، واردات باشه، ایکس باشه، ایگرگ باشه، شهرام باشه، بهرام باشه، فرق نمیکنه. با تابلوش مشکل نداریم، سیستم مشکل داره. کی متوقف میشه؟ وقتی اون نقدینگی متوقف میشه. وقتی کسری بودجه متوقف میشه. وقتی به علت آشوب ها و شلوغی ها ریسک سرمایه پذیری تو ایران رفت بالا، کسایی که سرمایه داشتن شروع کردن خارج کردن به ترکیه، ارمنستان، گرجستان، تو اطرافمون، دبی و کشورهای دیگه. خب اینا برای خروج سرمایه نیاز به چی داشتن؟ به دادن ریال، یعنی پس دادن ریال تو جامعه و گرفتن ارزهای خارجی. همین هم مسبب شد. تا موقعی که مردم متوجه نشن میگن این دلار گرون شد. نمیفهمم دلیلش چی. دلار گرون نمیشه عزیز من. ریال داره بی ارزش میشه. کلا سرتون نذارن. دلار هم گرون شد برای چند ماه. بله الان مثلا این قیمت دلار، من گرونی دلار هم میدونم، تقاضای بی خود وجود داره. اگر قیمت فاصلش زیاد باشه با واقعیت، دلار قاچاق میشه از خارج. نگران نباش، از افغانستان، پاکستان پالت دلار میارن اینجا میفروشن، میگن توی مملکت دلار گرونه میارزه، بیایم اینجا بفروشیم. عوضش میان گوسفند میبرن قاچاق میکنن، طلا میبرن، این کارو میکنن.